محمود بهشتی لنگرودی در خرداد 1339 در شهرستان لنگرود در استان گیلان به دنیا آمد. در سال 1362 در رشته ادبیات عرب مدرک لیسانس خود را دریافت کرد و به صورت حق و تدریسی و بعد رسمی در آموزش و پرورش مشغول به کار شد. وی در همان سال با آدینه مرادعلی بیگی ازدواج کرد، ازدواجی که ابوذر و سارا ثمره آن هستند. بهشتی لنگرودی از سال 1378 فعالیت‌های صنفی خود را در جهت بهبود وضعیت صنفی معلمان آغاز کرد، فعالیتی که برای او هزینه‌های سنگین در پی داشت و در دهه‌های 80 و 90 بارها پای او را به دادگاه و زندان باز کرد. بهشتی لنگرودی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان بیش از 15 سال فعالیت صنفی دارد و در مقاطعی به عنوان دبیر کل، بازرس و یا سخنگوی کانون صنفی معلمان شاخه تهران فعالیت کرده است. او نخستین بار در سال 1383 بازداشت شد. 31 روز را به صورت انفرادی در زندان اوین گذراند و با قید وثیقه آزاد شد. او نهایتاً در دادگاه تبرئه شد. پس از اعتراضات گسترده معلمان در اسفند سال 1385 محمود بهشتی لنگرودی بار دیگر بازداشت شد. او نوروز 1386 را در سلول‌های انفرادی زندان اوین گذراند و در فروردین ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد، اما در دادگاهی که به دلیل همین بازداشت برگزار شد به حکم قاضی صلواتی به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. پس از وقایع سال 88 در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر در اردیبهشت 1389 بازداشت شد. او این بار 2 ماه در سلول‌های انفرادی به سر برد و پس از آن به قید وثیقه آزاد شد، اما در دادگاه مرتبط با این بازداشت که در سال 1392 برگزار شد باز هم به حکم قاضی صلواتی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. او که با وجود 4 سال حبس تعلیقی و 5 سال حبس تعزیری در بیرون از زندان به سر می برد از فعالیت‌های صنفی خود دست بر نداشت و بار دیگر در شهریور 1394 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد و به بند 2 الف منتقل شد، در حالی که بازجویی‌ها به اتمام رسیده بود و قرار وثیقه تعیین شده بود. از آزادی او جلوگیری به عمل آمد و او را به بند 7 زندان اوین منتقل کردند و به او اعلام کردند که باید حکم زندان 5 ساله خود را بگذراند. اتهامات اصلی او در مجموع 3 بازداشت، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام بود. محمود بهشتی در بدو ورود از اجرای حکم زندان خود سر باز زد و از مهر 1394 تا اردیبهشت 1395 3 بار دست به اعتصاب قضای خشک و تر زد. خواسته اصلی او تشکیل دادگاهی علنی و قانونی بر اساس اصل 168 قانون اساسی بود. بهشتی پس از حدود 3 هفته اعتصاب قضا حالش رو به وخامت گرایید و راهی بیمارستان شد. در بیمارستان بود که حکم آزادی به قید وثیقه به او ابلاغ شد و او در اردیبهشت 1395 از بیمارستان راهی منزل شد. محمود بهشتی لنگرودی در اردیبهشت 1394 طی یک مصاحبه تأکید کرده بود که خواسته های معلمان باج‌خواهی نیست. بهشتی لنگرودی در اردیبهشت سال 1395 در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تضییعات و محدودیت در فعالیت صنفی معلمان اعتراض کرد و خطاب به او نوشت: آیا تا کنون از خود پرسیده اید که
معلمان بی سلاح چگونه می توانند امنیت ملی را خدشه‌دار کنند؟ محمود بهشتی لنگرودی 21 شهریور سال 1396 در حالی که در منزل مسکونی خود بود توسط ماموران دادستانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بهشتی پیشتر گفته بود این بازداشت به دلیل شکایت دولت و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد.